د افغان حکومت مذاکره کوونکی پلاوی به د دوشنبه ورځ دوه ته ولاړ شي. د افغان حکومت د مذاکراتي پلاوی غړی حافظ منصور وايي، له داسې یوې ډلې سره خبرې کول اسانه خبره نه ده چې شل کاله مو جګړه ورسره کړې ده. د ده په وینا طالبان مذاکراتو کې پر خپلو دریځونو ولاړ دي، خو تر څنګ یې پر جګړه هم تمرکز لري. طالبان نسبت به گروپ های سیاسی که زیر چتر نظام هستند دیدگاه متفاوت دارند. شاید با جهادی های دیروز نرمتر باشند، شاید با کسانی که در ادارات دولتی نیستند آرامتر برخورد کنند، اما شناخت ما هست که بسان مجاهدین در سال 1370 هر که در کابل زندگی می کند، از ملای امام مسجد پل خشتی تا رئیس امنیت ملی، اما نوکر امریکاست. د د په وینا طالبانو په لومړي سر کې فکر کاوه چې د افغان حکومت پلاوی به هڅې سمبولیک رول لري، خو وروسته ورته ثابته شوه چې دا کسان له پیاوړي دریس خبرې کوي او هر یو له یوه فکره سره په دغو خبرو کې حضور لري. نوموړي دا هم وویل چې مذاکرات بین الافغاني دي، خو تر څنګ یې د ګڼو هیوادونو او د نړیوالو بنسټونو استازي د مذاکراتو سره نه کوي او هر یو یې هلته خپل دریځ او خپلې موخې لري. دوحه موافقت نمی امریکا با جانب طالبان بر اساس یزو باید تا اول می تمام نیروهای امریکایی از افغانستان خارج شوه، یک فرصت بسیار حساس است. تردید ندارم که جانب امریکا و متحدانش سعی بکنن که در این مدت از امروز تا اول می هیئت‌های گفتگو کننده به یک توافق برسند. من فکر میکنم که امریکایی‌ها ترجیح خواهند داد که هر گونه تعاملی که صورت میگیره پیش از اینکه نیروهاشون در افغانستان صفر شوه و در افغانستان این انجام شوه، یا به عبارت دیگه این تفاهم باید صورت بگیره. حافظ منصور وايي طالبان د اسلامي حکومت لپاره هم واضح تعریف نه لري او په خبره افغانان مسلمانان دي. طالبان د نیجیریا نه دی، له دینی دریځه جګړې ته دلیل نه لري. حافظ منصور دا هم وویل چې د طالبانو مشران او مفتیان له خپلو بریدونو جګړو او روانو تاوتریخوالي په دینی دلایلو دفاع نه شي کولی او په دې تړاو مناظرو ته هم تیار نه دي. طالبان شوق حکم روایی دارن ولی برنامه برای حکومت داری ندارند. یک ورق هم آماده که چگونه میتونن یک کشور رهبری بکنن ندارند. دا په داسې حال که ده چې د افغان دولت او طالبانو د مرک چی پلاو ترمن د دوهم دور خبرو لپاره د جنوري میاشتې 15 نیټه ټاکل شوې ده، چې افغان حکومت پر ټاکلي وخت د مذاکراتو د پایلیدو پخلی کوي.